شنبه شب 17 ژوئیه. عزیزم عزیزم عزیزم، قربانت بروم، دوستت میدارم، دوستت میدارم. یک لحظه از مقابل کشم رو نمیشوی، نفسم از یادت میگیرد و خونم در قلبم طغیان میکند. شاهی، دوستت دارم. دو روز است که نتوانستم برایت نامه بنویسم و وجدانم همینطور عذابم میدهد. دیروز که شنبه بود، همراه گلور و همس و دختر کوچکشان و سیروس رفتم به راونسبورگ تا تعطیل آخر هفته را پهلوی امیر بگذرانم. ما که 4 نفر بودیم و امیر هم با زن و بچه هایش و مهدار روی هم می شدن 5 نفر و همه با هم می شدیم 9 نفر و 9 نفر شدن و 9 نفری زندگی کردن. حتی اگر برای 2 روز هم باشد، یکی از آن چیزهایی است که مرا خفه می کند. نمی دانم چرا تحمل جمعیت را ندارم، چرا تحمل زندگی فامیلی را ندارم. من اونقدر به تنهایی خودم عادت کردم که در هر حالت دیگری خودم را بلافاصله تحت فشار و مظلوم حس می کنم. تا دور هستم دلم می خواهد نزدیک باشم و نزدیک که می شوم می بینم اصلا استعدادش را ندارم. برای اینکه خودم را سرگرم کنم، هی رفتم توی آشپزخانه و ظرف شستم و ظرف شکستم و هی آمدم توی اتاق و با بچه ها دعوا کردم یا تلویزیون تماشا کردم. هوا همانقدر بد بود که حتی نمی شد پنجره را باز کرد. یا طوفان بود و خاک و صدای شکستن شاخه های درخت ها می آمد و یا باران بود و مه و سرمای شدید و بالاخره هم سرما خوردم و آنچنان سرمایی خوردم که وقتی برمیگشتم پشت ماشین زیر 4 تا پتو دراز کشیدم با گلوی روغن مالیده و سردرد وحشتناک و سرفه و 1000 چیز غیر قابل تحمل دیگر. و حالا هم که دارم این نامه را برایت می نویسم، آنقدر تب دارم که چشمم باز نمی شود. هوای اینجا خیلی بد است. من که هیچ وقت مریض نمی شدم، از وقتی که از ایران آمدم اقلا نصف مدت را مریض بودم. قربانت بروم، دارم مزخرف می نویسم، دارم حرف های بیهوده می نویسم. دیگر تمام شد. فردا که دوشنبه است، می روم و بلیط هواپیمایم را می برم برای رزرو کردن صندلی. خیال دارم برای دوشنبه دیگر که 3 مرداد می شود رزرو کنم. می خواستم جمعه بیایم اما بچه ها نمی گذارند. هنوز هم نمی دانم که جمعه بیایم یا دوشنبه. فردا همه چیز معلوم می شود. بلافاصله برایت می نویسم. نمی دانم باید برایت تلگراف بزنم یا نه، و نمی دانم اگر تلگراف بزنم به فرودگاه می آیی یا نه. اگر می نویسم نمی دانم، برای این نیست که فکر می کنم اهل آمدن نیستی، بلکه برای این است که فکر می کنم شاید فرصت و امکان آمدن برایت وجود نداشته باشد. شاهی، قربانت بروم، اما من راستی 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 احتیاج به دیدن تو در همان لحظه اول دارم. اگر سرنوشتم این باشد که تو را دوباره ببینم، باید در همان لحظه اول ببینم. این 2 روزم هیچ خبری از تو نداشتم. شاید فردا نامت برسد. اگر قرار شد جمعه بیایم، فردا و پس فردا هم برایت می نویسم و دیگر نمی نویسم، چون اگر بنویسم بعد از خودم می رسد. اما اگر قرار شد دوشنبه بیایم، تا جمعه برایت می نویسم. دیگر نمی توانم بنویسم.
از وقتی که به برگشتن فکر می کنم و می دانم که دیگر دارد خیلی خیلی نزدیک می شود، نمی توانم بنویسم. انگار نوشتن کار باطلی است، یک کار غیر اصلی است. دیگر می خواهم گوشه اتاق بنشینم و چشمهایم را روی هم بگذارم و هر چرا که پیش خواهد آمد در ذهنم بسازم و تماشا کنم. وقتی که از راونسبورگ برمیگشتم تمام راه را به تکرار این رویا گذراندم. هی دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی تا به من رسیدی و مرا نگاه کردی و مرا گرفتی و مرا بوسیدی و مرا بوسیدی و بوسیدی و بوسیدی و من سست شدم و بیحال شدم و میان دست های تو از خود رفتم و باز از اول دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی. قربانت بروم، قربانت بروم. نمیدانی چه حالم بد است و همینطور دارد بدتر می شود. مثل مست ها هستم و اصلا نمیدانم دارم چه می نویسم. راستی فراموش نکن که به زهرا خانوم از آمدن من بگویی. عادت داشت که همیشه در غیبت من اسباب‌های اتاق‌ها را جمع می‌کرد و شاید حالا هم همین کار را کرده باشد. آخ، قربانت بروم. دلم با تو در اتاق خودم بودن جا می‌خواهد. آن بعد از ظهرهای گرم بیهوش کننده و آن خوابهای تابستانی و آن اوریانی سراپای تو را چسبیده به اوریانی سراپای خودم می خواهد. یعنی می شود که دوباره ببینمت و ببوسمت. می شود شاهی جانم باید برایم دعا کنی. قربان لبهای عزیزت بروم، قربان چشم های عزیزت بروم، قربان بند کفش هایت بروم. چه دوستت دارم، چه دوستت دارم، چه دوستت دارم. شاهی جانم، چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک است؟ پر از محکومیت های وحشتناک است، پر از نیازهای وحشتناک است، پر از بیماری و جنون است. دیروز اینجا در مونیخ یک نفر مرد خودش را به دار کشیده و علتش این بوده که در جریان پخش مسابقه فوتبال آلمان و سوئیس تلویزیونش خراب می شود و چون نمی تواند بقیه مسابقه را تماشا کند از عصبانیت اول تلویزیون را می شکند و بعد خودکشی می کند. این خبر برای من خیلی عجیب بود. زندگی به یک چنین علاقه های کوچکی بسته شده و این علاقه ها با همه کوچکیشان حیاتی هستند و با وجود این به دست نمی آیند. قربانت بروم. من که تو را دوست دارم، من که تو را دوست دارم، من که تو را دوست دارم. دیگر نمی نویسم چون واقعا حالم وحشتناک بد است. تا فردا می بوسمت. فروغ.